دیدیم که چگونه آن غلام عرب به خدمت ابو ابراهیم درآمد. از سوی دیگر دزدان ناشی کیسه خاکستر که عماد به غلام داده بود را به جای کیسه الماس از غلام رو بودند. اما هنگامی که دانستند چه اشتباه بزرگی مرتکب شدند، از سمیرزاق رئیس دزدان گریختند. غلام عرب از هوش و ذکاوت عماد در یادگیری دستور زبان عربی در حیرت بود، اما پدر بیشتر نگران سفر به بخارا بود. دیگر این خروس هم فهمیده که ما راهی سفری طولانی هستیم. دلم به راستی برای این خانه تنگ می شود. می خواهم بروم، اما دلم پیش هزار خاطره است که از گوشه گوشه این خانه دارم. اماد را به خاطر داری که به زیر سبد می گذاشتم که گزندی به او نرسد؟ یا آن مورچه ها و یا آن کلاغ بیچاره که دستبند مرا رو بوده بود؟ یادت می آید ننه هاجر؟ اوه چه خبر است؟ پس از این روز که هنوز بارو بندیل خود نبسته ای. می دانم چه می کنم. پس حال که تصمیمت را گرفته ای و می دانی که کدام به صلاح است، همان را به قوت انجام بده. این دلتنگی تو ممکن است ابو ابراهیم را هم منصرف سازد. ببین این گونه برخیز و بخچه با لباسهایت را ببند. لباسهای خودت را در یک سو، لباسهای این بچه هم در سوی دیگر. محکم که ببندی هیچ چیز نمی شود. این ننه هاجر دست از نصیحت بر نمی دارد. تازه تعریفش گول کرده. سلام بر ابو ابراهیم. سلام. خدای شکرت از این همه برکت که ارزانی کرده ای. قربان، به نظر کمی نگران هستید. شاید گمان میکنید در نبود شما باز دزدان به انبار آذوقه حمله کنند. غیر ممکن نیست. من برای به ثمر رسیدن این نظم و انضباط در دخل و خرج مردم بسیار زحمت کشیدم. و حال که میخواهد به ثمر بنشیند تا مردمان از اون بهره برند، باید آن را رها کنم و از اینجا بروم. قربان، خیالی آسوده داشته باشید. ما مو به مو دستورات شما را عمل خواهیم کرد. با توکل بر خدا این راهی که شما ساختید را به نتیجه خواهیم رساند. حتی اگر هزار لشکر هم به براندازی بیایند، ما استوار خواهیم ماند. خدا کند فرمانداری که میآید مظفر نباشد که باز حق این مردم را به هزار بهانه در کیسه خود ریزد و از قدرت خود سوء استفاده نماید. قربان، خدا آن روز را نیاورد که مظفر باز بر این مسند باز گردد. او انسان ستمگری است و به زیر دستان خود رحم نمی کند. او فقط به فکر منافع خیش بود و مستبدان را حمایت می کرد و تازه با دزدان و غارتگران هم کاسه بود. من که برای او خدمت نمی کنم. عجب. مثل آن که حرفهای نپختم او را آشفته تر ساخت و تأثیر عکس گذاشت. شما بر گردن من حق دارید، اما خداوند فرزند را نیز هم اندازه شما قرار داده است. ابو ابراهیم از این سفر مصرف شد. پیش ما باید از ابراهیم. ابو ابراهیم کیهانی، سخن مردم را میشنوی؟ به خداوند سوگند یاد میکنم که کلمه به کلمه آن را در قلب و روحم حس میکنم، میشنوم و میدانم.
پس چگونه است که این جماعت محتاج را رها کرده میخواهی ترک دیار کنی؟ از برای خدمتی بزرگتر تن به این سفر میدهم. یعنی بزرگتر از خدمت به مردم؟ دیدید که این تنها سخن من نیست، سخن یک جماعت بزرگ است که والی عدالتمند میخواهد. من عدالت را از کتاب آسمانی و قانونی که در آن آمده آموختم. از کجا آموختی را میدانیم، این که هر که آید و این چنین عمل کند را نمیدانیم. مطمئن باشید اگر تک تک شما بدین منوال با انصاف و عدل بر دیگری رفتار کنید، این دیار رنگ عدالت را خواهد دید. من هم بنده‌ای هستم از بندگان خدا که سعی داشتم چنین قدمی بردارم. ببین پیرمرد، به خدا که خدمتی بارتر از خدمت به خلق نیست، اما خداوند به من نعمتی داده که خدمت به او خدمت به مردمان است، خدمت به مردمان آینده. آخر این نبوغ فرزند تو به چه کار ما می آید؟ اگر خدا بخواهد و او دانشمندی فاضل گردد، سود و منفعتش به قدری زیاد است که به حساب نیاید. می نشینم تا ببینم هزار سال دیگر مرا چه سود می رسد. قربان، این مردم به حال می نگرند و نان می خواهند، چه به کار دانش دارند؟ آره، نان هم واجب است، اما دانش از نان شب هم برای مردم واجب تر است. اگر دزدان راستگویی باشید، من شفاعت شما را خواهم کرد. ناخیر، شفاعتی در کار نیست. شما بهتر است به همان حالت بمانید، شاید زبانتان باز شود. ای سمیر زخما را ببخش. به جان شما، دیگر چشمهایم توانایی دیدن ندارد. کیسه خاکستر بود، نه الماس. آری راست میگوید، الماسی در کار نبود، ما فریب خوردیم. کارکاران پسر نابغه است. من هم میگویم هرچه میکشیم از آن پسر نابغه است و باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشم. هر حال آن پسر نابغه باشد یا نباشد، شما دو نفر خوراک خوبی برای این پرندگان گرسنه هستید. عجز و لابه شما برایم کیسه الماس نمیشود. کیسه در کار نبود. بهتر از تا دیر نشده تمام راه های ممکن را از شرق و غرب ببندیم تا شاید به وقتش بر کاروان ابراهیم یورش با این دو حیفه نان میخواهید به کاروان حمله کنید؟ رهای امساز تا چون صد مرد جنگی برایت به جنگم سمیر. از راستش را بگو الماس ها کجا هستند؟ به کل الماسی در کار نبود، ما به اشتباه رفتیم. میشنوید؟ آنها از یک پسر نوجوان گول خوردند. ما شما را دنبال کیسه الماس فرستادیم، اما با کیسه خاکستر آمدیم. جان عزیزتان راست میگوییم. چشمانم از کاسه بیرون زد، رهایمان کنید تا مفصل بگوییم. تو گفتی، من هم باورم شد. تو ابلهی، مرا همچون خود ابله میدانی؟ با الماس ها را در اینجا نبینم چیزی را باورم. این خاکستر را هم برای نشان گور خود بردارید. مظفر در کار خود اشتباه نمی کند. اتفاقا نقشه او ما را به خطا برد. چه میگویی؟ تو به جای آن الماس ها مشکوکی؟ من به حد می دانم که ابراهیم کیسه های الماس را با خود به سفر خواهد برد. و تو گفتی او کیسه هایش را همیشه به همراه دارد؟ باید این گونه باشد، اما این دو ابلغ چگونه کیسه دیگر را به جای آن دزدیدند من نمی دانم. هنوز به وجود کیسه الماس ایمان داری؟
هر چقدر هم که باشد اندکی از آن عمری مرا بی نیاز خواهد کرد. این فکر خامیست که ابراهیم ثروتی با خود به همراه نمیبرد. پس باید به راه او صد شویم و هرچه دارد از کفن جروبانیم. پس مطنه چستید، برخیزید که زمان چون سائقهی میگذارد. آری، به جنبیم تا ابراهیم از مشت ما بیرون نرفته. ما را رها کنید، ما را رها کنید، ما را با خود ببرید. معطل نکنید، جل باشید تا شما را هم به دار نزدن. به جنبیم ما را خوراک لاشخوران نکنید. در این آفتاب سوزان رهایمان نکنید. سزاوار غذای لاشخورها هستید، مگر آنکه خود را رها سازید تا ببخشمتان. ما را به حال خود مگذارید. چشمانم یک کاسه خون شد، غلط کردم. کمک سزاوار نیست. برو رایوان. هر خوبی و هر بدی دیدی ما را حلال کن ننه هاجر. البته دعا فراموش نشود. سفر زیارتی در پیش دارید. ما هم که محتاج به دعاییم. خواهش دارم سفارشات بنده را فراموش نکنید ننه هاجر. ما هم محتاجیم به دعا، اما کاش نمی رفتید. هرچند می دانم که شما را می بینم. ننه هاجر حواست کجاست؟ بهتر است مراقب حرف زدنتان باشی. خیالتان آسوده باشد، جای کیسه عمد است، آن را جایی پنهان کردم که بله می فرمودید. سفر زیارتی، برحال در سفر زیارتی هم که داشتید سخت مراقب انوارتان باشید. تقریبا همه اسباب سفر آماده است، الا ننه هاجر که الحق حیف است که با ما نیست. اما او که نمیخواهد برای همیشه اینجا بماند، شاید سال دیگر او هم بیاید. انشالله که چنین شود. دل کندن از این خانه برایم سخت است پروین بانو. خوب شد که سفری زیارتی برایش تدارک دیدی. آره. تا دلتنگی ما را سالها نکنه. بود که دلم زیارت میخواست و این سفر مرا به آرزویم میرساند. ما هم شیفته زیارتیم، اما در این زمان تعالی علم و معرفت فرزندم برایم امریست واجب. معلوم است که تو هم دوست نداری ما اینجا را ترک کنیم، اما بدان روزی به اینجا باز خواهم گشت. شاید 5 سال، شاید 10 سال، و شایدم تو آن زمان این کلاغ استخوان‌هایش هم پوسیده، چه رسد به این که تو را بشناسد. اما میگویند کلاغ عمر طولانی دارد. خدا را چه دیدی، او به هر کاری قادر است. آری، اما این کلاغ پیر آه ندارد که غارغار کند. چطور عمر 100 ساله میتواند داشته باشد؟ 100 سال عمر زیادی است. کلاغ پیر 100 ساله؟ خدا نکند کسی 100 ساله شود. من احساس میکنم این کلاغ چیزی را میخواهد به ما نشان دهد. یاد زمان کودکی هم افتادم. ای وای، باز شروع شد. هر چه باشد زیر همین درخت پنهان کرده است. من که یادم هست دستبندی را که از مادرم رو بودی، شاید هم چیزهایی که ما هرگز ندیدیم. خوش آمدید.
اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت.